لژیونرها صحبت کنیم بعد بریم باز راجع به باخت. اگه به خب حد اول لژیونرهاست، من میگم پیش سوال دوستان هر کی اروپایی بوده تو ترکیب بوده. نه اساتید مطبوعاتی این بود که عملکرد لژیونرها چی بوده. من توضیح میدم هم در تمرینات هم در مسابقات روند رو به رشد داشتن. من در واقع همین لژیونرهای خارج از من میگم که جواد نکونم آندر تیموریان چون تو اروپا بازی میکردن حتما با تو ترکیب میبودن دیگه. اصلا همچین چیزی نبوده. آندرانیک تیموریان با آندرانیک تیموریان جام جهانی قابل مقایسه بود. درسته یه گل زد یه پاس گل هم داد. اینا همش کلا. من بازی به بازی داشت بهتر میشد. آندو اصلا در بولتون هافک دفاعی بازی نمیکنه. ما همون پستی که ببین آقای فردوسی بود بیاین به مردم اطلاعات درست بدیم. ما همون پستی که آندو در بولتون بازی میکرد در تیم ملی هم در همون پست ازش استفاده کردیم. اما در کنار جواد نکنم این دوتا نمیتونه با هم خوب بازی کنه. خود شما هم واسه شما میگینه. ما میگیم آندو بازیکنی بود برای ما تاثیرگذار بوده. جواد و ما ثابت جلو دفاعمون نگه داشتیم، یعنی فشار شکن دفاعمون و پوشش خط هافکمون. وظیفه جواد همین بود. اگه هم قرار بود اضافه بشه قرار بود از عقب اضافه بشه که هم براش موقعیت شوت به وجود هم. یعنی میخوام بگم آندو رو ما شوهای حرکتیش رو بیشتر کرده بودیم رو به جلو و علی کریمی، همون کاری که همون جایگاهی که در بولتون داشته. این نبوده که جواد و آندو وظیفه شون یکی باشه. اصلا درست وظیفه هاشون خیلی فرق میکرده. حالا شما میگین در کنار هم، بله در کنار هم بودن، ولی شعای حرکتیشون شعای بازیشون با هم اصلا زمین تا آسمون فرق میکرد. ما جواد رو در سیستم چهار دفاعی حتی در سیستم 3-5-2 قرار بود جلوی دفاع ما به عنوان فشار شکن دفاع و پوشش خط هافکمون بمونه که عملا هم به نظر من خوب کار کرد. اصلا این نبوده که آن دو وظیفش با جواد، ما یه وظیفه‌های مختلف بهشون داده بودیم و این اصلا بحث راجع به عملکرد لژیونرهاست که من اعتقادم اینه که بازی به بازی لژیونرهای ما داشتن خوب بازی میکرد. هر جام که خوب نبودن بنده تعویضشون کردم. یعنی این نبوده شما دیدین ایمان موبلی که در چند سال گذشته آقای حاج جزای زفن اصلا بازی بهش نمیتون میاد جای علی کریمی میده تو زمین. جواد کاظمیان همین جور جای وحید هاشمی. اما اینا خوب بازی کنن بازم بازی نمیکنن این دوتا. چرا خشن شما این حرفا کم بازی کردن آقای قرنایی. آقای فرزپور جواد ایمان موبلی چرا بازی آخر آقا اصلا این حالا بس نمونه بازی ایران کاظمیان در زمان بنده بیشترین بازی تیم ملیش انجام داده در 11 ماه. هر روزی که بنده تیم ملی رو مسئولیتش قبول کردم یکی از بازیکنایی که از همه بیشتر بازی کرده جواد کاظمی. خیلی میگن همین جواد کاظمی که بازی مقابل کره تو اون وقت اضافه اول میومد تو بازی میتونست روند بازی رو تغییر بده. یا ایمان موبلی به حداقل یه پنالتی میزد داره ایمان موبلی. خب ببین اطلاعات غلط به مردم. همین ایمان موبلی 4 سال پیش پنالتی خراب کرد. 4 سال پیش خراب کرد. الان همه پنالتی ها شباب داره گل میکنه. این ببین این نیست که اگه اومده بود علی دایی هم یه پنالتی خراب کرد اما بعدش دیگه اصلا پنالتی خراب نکرد. قرار یکی یه بار پنالتی نه ببین اجازه بفرمایید مهدوی که هم همه پنالتی هاش گل کرده این بازی پنالتی اصلا اشکال نداره. این اصلا این پنالتی که اصلا شانسه. خب این شانس پنالتی رو میگی نه اما من میگم آوردن یه بازیکن برای پنالتی زدن. شما اول راجع به بازی صحبت میکنیم بعد میگیم اینجوری بعد میگی اگه میومد پنالتی میزد. من برای شما حداقلش پنالتی میزد غیر از روند بازی رو. پنالتی هم که خراب کرده بوده 4 سال قبل. خب دیگه پس آقای قرنی ببخشید من تو این بخش میخوام با یک سوال لاقل از دیدگاه خودم بحثو برای خودم ببندم. یعنی آقای آجزه به این نتیجه یعنی حالا اگه بحثی هست آجزه فرانسامیه که ما نه به لژیونرها نه به اسماشون کار داشتیم ما به عمل کردشون کار داشتیم. بله اگه در این رابطه آقای زرفقان هستم صحبتی داره من دخل. بله من عرض یه جمله کوچی عرض میکنم نوبت آقای زرفقان نصب و ایشون با احترام تقدیم میکنم خدمتون عرض بکنم که ببینید رسانه ملی به ویژه شبکه سوم در مسئله فرزش برد بسیار زیادی داره. من مطمئنم که الان مردم شریف مملکتمون نشستن بیدار هستن و به این بحث توجه میکنن. سوال من از سرمربی محترم تیم ملی اینه که آیا شما تحت فشاری بودین؟ نیروهای فشاری وجود داشت؟ یا عواملی به غیر از مسائل فنی و آمادگی جسمی روانی بازیکنها تأثیری داشت که شما بر اساس اون تأثیر حقی را از کسی بگیرید به کسی بدید که حقش نبوده؟ آقای حاجزایی به جان همون مادرم که آخرین قسمه زنده باشه چه در انتخاب کادر
چه در انتخاب بازیکن در این یک سال گذشته یک نفر نه دخالت کرد نه من اجازه دادم دخالت کن. نه. چرا کادر خودمون آره، عوامل بیرون. از شما ببین حسین کعبی بازیکن جام جهانی در چندین اردو من اصلا دعوتش نکردم. من این قضیه کامل رو شما هم عقیدم کل این چیزی که الان گفتید. اصلا من بر اساس نشستایی که داشتیم آدمایی که به افکار تاکتیکمون میخورد انتخاب کرد. در زمان با من مشورت میگردم، میگم مسئول باخمنم، من با گروه هم مشورت میکردم که همون که شما هم 100% میکنید، ولی در نهایت تصمیم نهایی رو من میگیرم و به این خاطر هم میگم مسئول باخمنم. چه در انتخاب همکاران، چه در انتخاب بازیکنها که با گروهی میشستیم، هیچ کسی نه توصیه کرد نه من بنده اجازه میدم توصیه پذیر نیستید. به عنوان مشاوره فرق میکنم. بله. من خیلی جاها در زمانی که من مربی استقلال بودم به شما زنگ میزدم، شما راهنمایی میکردید، تو خیلی دوستان دیگه هم بودن کمک میکردن، ولی این مشاوره بود. ده. مداخله نبود. بله. در رابطه با وضعیت بازیکنان شاغل خارج از کشور صحبت بود. منم معتقدم بازیکنان خوب ما در این دور از مسابقات عملکرد خوبی نداشتن. یکی از آقایون فکر کنم آقای لارودی بود صحبت از انگیزه، ایجاد انگیزه در بازیکن هست. واقعیتش در مسابقات بین‌المللی، در مسابقات سطح بالا، اصطلاحاً بازی گرفتن از بازیکن یک کار فوق‌العاده پیچیده، سخت و کاملا تخصصی. این در هیچ دوره کلاس سطح بالا در مکاتب علمی آموزش داده نمیشه. ذاتیه. یک چیز ذاتی کاملا استثنایی در فوتبال است که ارتباطی معنوی فوق‌العاده حساس و ظریف بین مربی و بازیکن، مربی و بازیکنان باید جاری بشه که این بازیکن تمام وجودش رو برای تیم بگذاره یا این تیم تمامی تواناییاش رو برای تیم بده. همچین مثالی رو ما میتونیم فقط برای تیم عراق بگیم. تیم عراق چند هفته قبل از بازیای اونجا به تیم دوم ما باخت. خوب نیست بگیم دوم، به تیم B کشور ما باخت. فریب نخوریم، در اون زمان در دوران آماده سازیشون بودن. اون تیم کاملا بر اساس مبانی علمی تیمشون رو تنظیم کردن. در اون زمانی که با ما بازی کردن در یک پیک آمادگی جسمانی مناسبی نبودن. به لحاظ قابلیت‌های فیزیکی، استقامت، سرعت، چابکی و غیره اینا در یک افتی بودن، ولی از نظر فنی اومدن به ما باختن. در اون تیم ما نقش مربی رو در حرکات بازیکنان به خوبی میدیدیم. من در دو تیم نقش مربی رو در روند کارشون خیلی خوب میدیدم. یکی تیم ویتنام بود، تیم بسیار ضعیف از نظر بدنی، از نظر فیزیکی، به لحاظ اجرای تاکتیکا و اعمال حرکتی فرامینی که مشخص بود از قبل تعیین شده ارتباطی با نیمکت وجود داشت. در تیم عراق هم به همین صورت، تیم عراق با تمام وجودش بازی کرد و موفق شد. در تیم ما این تلاش نبود. حالا روانشناس نداشتیم، ارتباط معنوی خوب جاری نشده بود، اعتماد به کادر نداشتن یا کادر اعتماد به اونا نداشت. من نمیدونم، من با تیم زندگی نکردم، در مقاطعی با تیمای ملی بودم، میدونم چقدر حساسه، چقدر سخته، ولی حقیقتش من از دو سه بازیکن مقیم خارجیمونم شنیدم که خودشون هم از بازیشون راضی نبودن. اگر بگیم بازی به بازی خوب شدن، خب اون زمانی که در طی یک فصل شما 30 تا بازی دارین، بازی به بازی خوب میشن، در یک مقطعی به اوج میرسن. ما باید از اولین بازیمون بهترین بازی رو از بازیکنانمون بگیریم. نه. از اولین بازی بالاترین انگیزه رو در تیم وجود بیاریم. من در مجموع اون انگیزه روح ملی فداکاری رو در تیممون ندیدم و نمیدونم ایراد از کجا بود. حالا در مورد عراق صحبت کردیم، من یه توضیح هم بدم بعدش.